خوش اومدی به یک ویدیو دیگه با ناصر سلیمان عباسی قادری و ناصر نظر از ما. بچا سلام کنید. پارمیده رو داریم با پسرمون در شکم. سلام 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 به همگی. یاسیو داریم بدونش پسر در شکم. یاسیو داریم بدونش. سلام به همگی، چطوری؟ دستی بگو به بچه ها حامله ای. بچه ها سوف الان نه الان اگه وسط ویدیو میخوایم بگیم نه بس نگم سلام ادیتور اینجا رو کات نه کات نکن ادیتور بذار بمونه ادیتور بذار بمونه بچه ها اینجوری نکن دیگه معذب میشن بچه ها امروز با یه ویدیوی خیلی حاشیه جنجالی ما رو بردی تو حاشیه دیگه چی کار میکنی منو که حاملی کردی بگیم این یا اون وای یاسیو یادتونه بچه ها شما دون نون پیتزا رو میخواید خدای ایده رو دوست ندارین شما همیشه عاشق این ایده بودین مهم من همیشه به سلیقه تو این ایده رو یاسی برداشتی اصلا کاشف این ایده یاسی خورشت سبزی یا قرمه این چی رو میشه بچه های تلگرام منظور شما میفهمم چیه من خودم بچه تلگرام صحبت داریم قیمه یا قرمه سبزی قرمه سبزی بابا چی میگی شوخی میکنی به نظر من قرمه سبزی اینجا نه به نظر من قیمه اینجا قرمه سبزی بابا قرمه سبزی آقا تمام این مردم خارجی و اینا که مثلا غیر ایرانی ان و همشون دیوونه قرمه سبزی ان ولی قیمه که بهشون میدین اینجوریه که بابا خارجی ها کاری نداریم مهم ذات ما ایرانی هر روز قرمه سبزی بخورم منم هر روز میتونم قیمه بخورم عاشق قرمه سبزی هم خواهد. شما بگید بچه ها شما این زیر بنویسید گربه یا سگ سگ گربه سگ توضیح دارم خودم ولی نمیدم دفاع دارم اما دفاع نمی کنم میتونی بخوری تو چه این سری اینجوری خوب شدی تو این ویدیو درست دارم خودم دیگه سوال دارم ببخشید این سوال تو ویدیو منم بود انقدر هی بگ نه چرا دروغ خودی ادیتور تو رو خدا اون تیکه ویدیو منو که این دوتا خانم دارم زدم این داک پرسن یا فرق داره سال داک پرسن دست رفت بچه های تلگرام منو میفهم بچه های یوتیوب منو میگه بچه های تلگرام بچه های یوتیوب همون بچه های تلگرام میدونم ولی هی میگی تلگرام من با بچه های تلگرام ماما شوخی نکنم خب بگو دلیلتو ببین من کلا هم سگ خیلی دوستم هم گربه خیلی دوستم دوتاش هم دارم ولی من به خاطر اینکه تیدا رو وقتی آوردم خیلی ناتوان بود احساس میکنم اگه نبودم میمرد اصلا یه عشق عجیبی به تیدا گرفتم همون باعث شده احساس کنم که بچه آره. بچه زشته بابا گه بچه گه ساگ بر ساگ بر ساگ امه یا خاله با امه خاله نه بابا امه خاله ندارم امه من خاله دارم خاله منم امه امه هم دارم آه من این تالو نایدم منم امه اینستاگرام یا تلگرام تلگرام جفتش نه من که بدون شک میدونید جواب سوالم آره منم میگم تلگرام خب من بیشترین تایم که الان میگذرونم تو تلگرامه ولی تو کل زندگی بیشترین تایم من یه چیزی من به تو بگم آدمایی که توی تلگرامن همه مشیلوتی خاکی آره بیشتر اینستاگرامی همه یا دارن فوشت میدن یا دارن میگن چرا اینجا تو اینجوریه چرا اونجا تو اینجوریه همه تو اینستاگرام اینجوریه آره من خودم از اینستاگرام خیلی رسمی ترم چون فضاش یه جوریه آره. که آخه نمیتونم تو اینستاگرام بیام بگم حالا شموله بسر و شالانه مسلمون دست 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 تمام رو انداز هم بزنم که خواه داری قراردادای ما رو کنسل کن از این لحاظه کاملا باز مفهم آخه این زده بود که چقدر توی اینستاگرام گوش ترخ و نجز بوده بابا تو من تو اینستاگرام چیکار میتونم بکنم ببین یاسی خیلی باحال دیدی ببین یهو جدی میشه ببین ام یادم چی داری نه تاثیرات گل کشیدن گل این کراک گل داره فکر نه اینم نبرم اینم نبرم این لعنت بهتون
شما من توی ویدیو حامله کردی معتاد کردی چی دیگه مونده؟ بچه ها که میتونن تو نمیزنی خب نه چی دیگه مونده؟ دوست قاتل جانی هم الان خودت داری خودتون اینطوری نشون خب تو که ازدواج کردی ولی حالا مثلا فکر کن ازدواج نکرده بودی ازدواج با یه آدم معروف یا غیر معروف؟ غیر معروف 100 درصد استایل تابستانی یا زمستانی؟ زمستونی منو بیاری تو رو خدا من از تابستون خستم کی بیاره لباس جا گذاشت من تو بردی بچه لباس زمستونی سری بردار بیار بپیچون بیارید لباس هم کی زودتر بیارید فقط یه چی رو گفت لباس زمستون من فکر کردم دوست کابشن رو چرا تا سه دسکی تو اتاق خفن ترین استایل ها استایل های زمستونی بوت میپوشی خفن کابشن گنده بیست سال زحمت کشیدن و رسیدن به یه چیز خیلی خفن و خوب یا 20 سال عشق و حال و در حالی که همه چیز عادیه من 20 سال عشق و حال و در حالی که همه چیز عادیه خب بعد 20 سال دیگه میتونی بری همش اشغال کنی پول بزرگ ببین آره 20 سال داری زحمت میکشی خودتو به فنا میدی و فلان و بعد به چیز خفن و خوب میرسی ولی این 20 سال عشق و حال زندگی تو عادیه نه خب ببین بستگی داره بعد 20 سال به چی میرسی اگه بعد 20 سال به چی پار میدی دیگه داره سوال میخوای چی میخوای پار میدی ببین اگه بهم مثلا 20 میلیون دلار قرار بدن باشه من که 20 سال اشغال منم میگم که 20 سال آخه چیزی بگم همین الان ما 20 سالمونه 20 سال دیگه ما دیگه میشه 40 تو 20 سالته یه جوری دیگه همین تو 30 سالته من 20 سالمه تو رو نمیدونم عزیزم چی میگه تو 20 سالته انگار خودش 30 سالشه فرقی داره من تو 3 سال کلا فرقمونه چی 3 سال فرقمونه تو من تو 77 هستی من تو 80 ام 3 سال فرقمونه راست وا ولی بجوش وا من بزرگ میگم همون قضیه اینه که دو آره وقتی ازش یه سال بود دکتر کوچمو آره نو کوچمو تو چی تو 20 سال اشغال یا 20 سال زحمت کشی اشغال میکنم منم ولی اشغال دیگه نمیشه اشغال کنم مامان نمیشه دیگه پیر که نه منظورم که سن نمیره بالا دیگه حالی برای اشغال نمیمونه استخ یا شهر بازی زندگی شهر بازی استخ شهر بازی شهر بازی بلاگری یا مدل بودن مدل بودن مدل بودن ببخشید اون رو قرآن شوهر آقای کلسومیان شوهر آقای کارمیدار داریم در صحنه یه شوهر پشمالو و بدبو اما مهربون یا یه شوهر بد اخلاق و دعوایی اما جذاب ببین من بدبو رو نمیتونم منم نمیتونم آقا انتخاب داری سخت میکنی بد اخلاق یارون چه تاکسی ولی جذابه نه من شوهر بد اخلاق و دعوام بدبویی رو نمیتونم منم بویه رو نمیگفتی شهر منم بویه رو نمیتونم تحمل کنم ولی بد اخلاقی هرم دیگه نمیتونم تحمل کنم خب تو ترسک بو رو تحمل کنی و زیر بغلش کنم نه نمیتونم تاکسیک باشه بره دیگه شکاگو ترجیح میدی فردا همین فردا عشق واقعی و پرفکت زندگی تو پیدا کنی یا یه سال دیگه برنده لاتاری باشی من نمیخوام فاز مادر بودن بگیرم یا مثلا الان بچه‌ها بیان شما اگه عشق واقعی زندگیتون رو پیدا بکنید بزرگترین لاتاری رو بردید آقا ما میخوایم پیدا کنیم بچه‌ها سوسماس آقا تو فکر کردی ما نمیخوایم عشق ببخشید واقعی زندگی رو پیدا لاتاری رو برداشت باشه ولی چون عشق نیست دیگه تموم شد تو بردی نه آقا این تو داشت میگم عشق تو پیدا کنی فردا الان من عشق زندگی رو پیدا میگم نه با من لاتاری من عشق زندگی خوشحال با عشق زندگی من لاتاری اصلا عشق زندگی این سوال رو میپیچونه شد عشق زندگی من الان کارما پس بگیم تو توی میدیم جواب شد آقا میخواد لاتاری خانندگی یا بازیگری چی گفتی؟ خانندگی بازیگری نه اینجا دوستمون نوشته اینجوری بهش نگاه نکن که استعدادشو داری یا نداری صدا داری یا نداری کدومو بیشتر دوست داری؟ بازیگری خانندگی صدام داری بخون برامون یه دهن بخون برامون الان چون سر بخون دیگه بابا حالا بخون دیگه
میگم الان چون گلومم شبیه اینه که مامانشون بهش میگه بخون دخترم بلده چی بخونم ندونسته دلمو به غریبه که ما رو سوراخ کردی باهاش این آهنگ رفتم حبیب دلم از دنیا گرفته شب من مهتاب نداره چرا اصلا بده خونه اون خوب نمیسه الان ندونسته سر رو بخونم که حالت به هم میخوره اصلا خب ندونسته میبینی اصلا دوست داشتن یا دوست داشته شدن دوست داشته شدن دوست داشته شدن دوست داشته شدن یه جدی بگم دوست داشتن بعد بخت میشی یعنی ببین یه حسیه که تو ضعیف‌ترین حالت خودت قرار میگیری ببین اگه این دو تا مکمل هم باشن که بهترینه میدونم ولی احساس زیادی پدرتو پارم در میاره من دیروز گربم داشت از دنیا میرفت داشتم میمردم ببین چون دوستش دارم یعنی این حالت بدترین حالت ولی کلا خیلی بحث راجبه من نمیدونم چی گفت زد به جاده خواهی بارم راجب عشق بگم دم من که سیبلم خبری نیست خوب خبری نبود بگه من هری روز سگم زیر سروم بود بار میداد و بار از این دکتر سرومش ویتامینش خوب بود نفهمیدی چی شد من رو منم بذارم در عشق عاشقی دیدم خبری نیست گفتم گربم آها هیچ وقت نتونی بچه دارشی یا هیچ وقت نتونی ازدواج کنی هیچ وقت نتونم ازدواج کنم مثلا با دوست بسرم بچه دار میشه چه فرقی داره دیگه همون دوست بسرم قاتل باشی یا متجاوز یا قاتل قاتل هم کرد تو این ویدیو دیدی قاتل متجاوز ببین متجاوز البته قاتل نه آقا قاتل باشم متجاوز بودن که خیلی کثیفه قاتل قاتل آدم خوبیه قاتل خیلی عاشق قاتل حداقل میری میکشی راحت میشه میره تجاوز دیگه خیلی بده خدایی نمیتونم بعد آقا ما دختری ما چجوری میتونیم به یارو چرا یعنی چی میتونی خیلی دختر هستی یارو چی میگه تجاوز میکنه به پسر چی؟ خیلی ها تجاوز میکنن به پسر کی میگی؟ کی میگی؟ کی میگی؟ یه جوری گفت احساس کردم متجاوزگره کی میگی بابا من فرق تا من کراجه به خواهد متجاوزگره میزن ست تا خودم ست تا پرونده بازدار بابا تو مدارس خیلی از معلم های مدرسه معلم های مرد به مرد فهمیدم باشه همین چند وقت باشه بابا بس کن همین ویدیو همین مرد دیگه ویدیو آقا به بابا همون ویدیو دیگه اون تجاوز نبود خودشون میخواستن اون با جناقا با مرد بودم چه فیلم تا هیچ وقت فیلم نمیدونم منم همینطور زندگیمون به تو دو بخش شخص میشه بعد در این ویدیو قبل اون رو فهمیدید که نه نگو من خونو اینو دیدی آره اینو من یه هم دوست داری بوده که تو مدرسه تو گوشیش به همه فیلم برم جدید نابی بچه یکی از یوتیوبرها شروع کنه به شدت بهتون هیت دادن و ازتون بد بگه به طوری که اصلا براتون دردسر بشه یا 90% دارایی الان تو که داری رو از دست بدی من همون یکی از یوتیوبرها به شدت هیت هم کنم هر چقدر میخواد بیان در 20 تا با هم شروع کنم همه یوتیوبرها هیت هم کنم اصلا بیاد فقط به من فوش بده این هم زحمت کشیدم ببخشید باسن یا سین چی؟ مگه ما پسریم آخه نه منظور تو باشگاه دوست داریم کدوم از تو منظور در باید باشگاه نبود تو منظور چیز دیگه ای من امروز خیلی چیزا راجع به رویکم آره متجا راجع منم فهمیدی بابا بچه ها پرسیدن من نپرسیدم بچه ها اما سه تا پرسیدن با سر سینه بچه دنبال چی نگیم چی هم ما میخواییم جفتشو دوست دارم نگاه کنم ولی متأسفانه یکی رو باید انتخاب کنی نگاه کنی؟ آره من هر وقت دختر خوشایند میبینم فقط دارم دید میزنم بگو دیگه من اگه بخوام بین این دو تا انتخاب کنم من میگم باسن چرا چون من هیچ موقع تو زندگیم نفهمیدم نمیدونم چرا سینه برای بقیه جذابه برای من اصلا جذاب نیست خب تو باشی به باسن من میپرسی دیگه من میگم باسن نه من اصلا اینجوری هم که
حالا نمیخوام زیاد بازش کنم قضیه رو، بیخیال همون باسن رو انتخاب میکنم. منم باسن رو انتخاب میکنم. باسن چیز دارم. دوران دبیرستان یا دانشگاه؟ دبیرستان. خب بری یه کشوری که خانوادتو تا ابد نبینی یا بری یه کشوری که دوستاتو تا ابد نبینی؟ برم یه کشوری که دوستامو تا ابد. منم برم یه کشوری که دوستامو تا ابد نبینم. با کایلی جنر بری افغانستان یا با جنتی بری لس آنجلس؟ با کایلی جنر برم، حالا بگو هر جا. اصلا بری کایلی افغانستان هم بری هر جا. چیکار داری کجا؟ بعد ببخشید با جنتی لس آنجلس حرفا چه فایده ای داره؟ اصلا نمیشه با اون روز یا کوثر جنتی رو انتخاب کرد. ببین باش بره بعد سر با جنتی بری. ولی شاید پشت پرده مثلا میری اشغال اصلا پشت پردهش ویدیو نمیشه. یعنی اینکه مثلا طرف ما فکر می‌کنم اشغال بهم. خب خونه لوکس با ماشین معمولی یا ماشین لوکس با خونه معمولی؟ خونه لوکس با ماشین معمولی. خونه لوکس داره دیگه، خونه تو میفروشی ببخشید معذرت میخوام ولی من تو معذرت بنز دم پایین بار باشه چیه که میخوام حالا چیزی بگم، من اگه خونه معمولی باشه من عاشق ماشینم، من دیوونه ماشین رانندگی به خدا دارم میگم، من خونه معمولی باشه یه ماشین خفن سوپر کار خونه تو بفروش بذار گیل ماشینه یه چادر بزن بقیه تو ماشین بخواه میام تو خونه تو چادر میزن یعنی اصلا جا هم بد ندادم دیدی برو چادر بزن کسی من نمیگه بیا خونه من حداقل نه میگم معلومه نمیگم بیا خونه باید پن بگیرم و مغزو که این کار با ماشین میبرم دور دور قیمت خونه خیلی میتونه بیشتر از یه ماشین میدونم دیگه حالا من ماشین دوست دارم دیگه حالا دیگه من همه پولی که امسال به دست آوردی رو از دست بدی یا همه خاطرهایی که امسال به دست آوردی رو؟ همه پولم رو از دست بدم خاطرهامو امسال نگردم؟ نه من همه خاطرهایی که امسال به دست آوردم. نه من عاشق خاطرهای امسالم، من امسال کارایی کردم که اصلا هیچ موقع نکردم. امسال محشر نه گلا نه به پول میگم پول رو بده خاطره رو میشه دوباره ساخت بابا چه پولی من این دیگه تو کاش آقا ادیتور هیچ جو بچه قبوله امسال یه چیز دیگه بود اصلا امسال برای من اصلا یه چیز دیگه بود خیلی خوشگوزه خیلی اشغاله آخه من امسال خیلی هم مسافرت رفتم یعنی من اصلا دیگه اصلا تو استانبول بند نمیشه این. یعنی مسافرت خیلی بهم خوش من چون عشق مسافرت هم امسال چون خیلی مسافرت بله یه مسافرت هم داریم در راه هست در راه ولی یه چیزی بگم الان حرفم رو پس میگیرم نمیشه به خاطر اینکه خاطراتو خاطرات امسال من دوباره نمیتونم بسازم اگه سال قبلش تو امسال حامله آره بابا هم یادمون نبود به خاطر این همین چون این خاطراتو من اگه پاک کنم دوباره نمیتونم بسازم بله اصلا حامله هم نمیشدی بود میتونستم یادت میرفت حامله بود این چی این راستو طلا من خاطره نه حاجی میکنم خراب اینم چی میشه پاس نه ربکا اینقدر پولکی نباش جدی خاطراتو نمیشه دوباره اینو دیدی اینقدر پول پرست نباشه این آهن پرست پرست نباش جدی من که دارم سعی میکنم خاطراتو ربکا رو پس بگیرم ربکا نه نه نکن خب یه چشت نبینه یا یه گوشت نشنوه؟ یه گوشم نشنوه. گوشم نشنوه. اگه بخوای لایف استایل یکی از اینا رو انتخاب کنی کدومو انتخاب می‌کنی؟ کایلی جنر یا آنجلینا جولی؟ آنجلینا جولی. من میمیرم برای آنجلینا جولی. اصلا بچه‌ها میدونن. خب اصلا دو تا آدمی هستن. دردش بجونه. به قرآن این مدلیه. چه تیکه بشم برم زیر پاش. باور کنی مدلیه. چون همیشه خیلی کمک میکنه و آدم خوبیه. اصلا ببین من از بچگی نمیدونم چه اصلا بعد زیبایی که اصلا آنجلینا جولی داره. نظرم نداره هیچ کس. عجیب غریبه اصلا وای مگه میشه حاضری تا آخر عمرت کنار خزات گوشت بخوری یا مرغ؟ من گوشت وای هیچ کدوم گوشت. من گوشت و مرغ نیستم ولی یه کدومو بخوام گوشت من مرغ اصلا نمیتونم بخورم گوشت از نظر مرغ من مرغ رونم باشه لطفا تو مرغ من گوشت خب پیج اینستا بپره یا یوتیوب بپره؟ اینستا بپره چه دیونه ای خوشو دیونه ما شوهر پولدار قیافه ندار یا شوهر فقیر قیافه دار؟ سوالای امام گفت امشب شوهرت بو بده یا شوهر جذاب باشه؟ شوهرت فقیر باشه یا شوهرت پولدار باشه؟ من شوهر پولدار قیافه ندارم پولدار باشه آره نه اون هیچی نداره ها یعنی با هم بعد بشه قشنگ معلومه انتخابش چیه ها بابا شوهر پولدار قیافه ندارم دارم الان میگم دارم میگم پول تو زندگی خیلی مهمه شهرت خیلی زیاد میگم یا پول خیلی زیاد پول خیلی
پول خیلی زیاد. آقا پول خیلی زیاد، تو با پول خیلی زیاد میتونی شهرت حالا میگه شهرت با شهرت میشه پول داره با شهرت میشه. آره شهرت یه ذره عقل داشته باشه میتونی پول، ولی با پول خیلی راحت شهرت رفت بدین. شهرت که پولا نباشی، شهرت یه آدم خیلی مشهور پول نداره. یه چیزی رو من به شما بگم، اصلا هیچ کسی منو نشناسه، من میخوام برم تو پنتم تو فلان جا تو جزیره ناشناخته بشینم قهوهمو بخورم پام بندازم رو پام، چیکار شهرت دارم؟ چرا جزیره ناشناخته چیزی زامبیا نمیدید؟ شما برو تو پنتت بشین پاتو بده بزن مانی بده پولم رو در شهرت همونم داشته. 24 ساعت تو اتاق پر از سوسک بمونی یا 24 ساعت تو اتاق پر از گوه بمونی؟ من 24 ساعت تو اتاق پر از گوه بمونم. گوه سوسک؟ مگه من روبو حساسم؟ رو من دیوانه میشم، من فوبیا دارم. ببخشید من نفس نتونم بکشم مردم. خب بعد دهن نفس بکشی تا آقا نه چیز میشه بوی گوه میاد تو حلقم. نه من روبو حساسم. این سوالا رو کی آره بعد سوالای من ایراد عزیزم بوی گوه بره یا به سوالای بچهای تلگرام ای اگه اینجوری اون سوالا بچه تلگرام نوشته بودن معلوم بچه تلگرام خود با مزه می‌نویسن. ازدواج رسمی یا ازدواج سفید؟ نه این واسه خنده داری شمش. ازدواج قرمز. ازدواج قرمز همش خونیه. معلوم رسمی. الان تو دیگه جواب نمیخواد بده. عشق یا تنهایی؟ دیگه تنهایی دیگه. عشق یعنی چی تنهایی؟ عشق قشنگه. نه حالا ممکنه عشق قشنگه ولی باشه ولی الان دیگه الان من میگم تنهایی. الان من میگم تنهایی. خیلی جدی میرم. الان هم من بپرسم نه کلا تو زندگی ترجیح میدی عاشق باشی؟ یعنی ترجیح میدم تنها باشم، اعصابم راحت تر. یاسی تنهایی من تنها هستم. من تنها من بذار تو تنهایی خودم بلولم. یاسی بود که تنهایی پرواز. خب بوس یا بغل؟ بغل. بوس. بغل. من دیدی چرا بوس میکنی اونطوری که بله مگه تنهایی انتخاب نگرم چرا پس اینجوری بودم بغل؟ آخه وقتی تو داری بوس میکنی بغل هم میکنی دیگه درست؟ از دور که نمیگی نه گاهی اوقات تو فقط بوس میکنی بغل نمیکنی یا چیزه اینجوری جوجو جوجو چجوری بوس کن یارو؟ نه چسته نه چسته بغلش نمیده بغل همه بچه سو بگم منظورش از بوس قاعدتا وقتی با بغل مقایسه کرده من و تو که نبودیم گرم دیگر من یاسی گلن هم چیکار پیکی گلن همه چی دارم تو یه نرده من یه سک دارم من میخوام نیلا رو بوس کنم لپش بوس من هم میگم بوس. خب حقیقت تلخ یا دروغی شیرین؟ حقیقت تلخ. بیا حقیقت تلخ خود بزن تو صورتم ولی به من دروغ نگو. خب به مدت یک هفته سفر کنی به سال 1970 یا یه هفته اولی یا یه هفته سفر کنی به 2060. من 2060 نه اولی من سفر میکنم به آینده. من عاشق ده هفتادم. ببین آخه گذشته چی کار میتونی بکنی؟ آینده دقیقا بری بعد برمیگردی درست؟ آره آره یه هفته فقط میری بری آینده ببینی چه خبر میشه فکر آره. خیلی آره میری آینده ولی اصلا امکان داره انقدر اتفاقی بد بیفته انقدر رو تاثیر بذاره اصلا نتونی دیگه زنده بمونی. مثلا باید میبینی قبول کنی چیا شده خیلی نمیتونی یهو میبینی که یهو میبینی هیچی نیست یهو میبینی اصلا بمب اتم زده همه مردن مثلا همه دوستات همه بری ببینی زامبی ها زامبی شد دیگه چجوری میتونی بمونی تو اون دنیا؟ حداقل میری قدیم میبینی همه چی بودن اشغال بوده همه هیپی همه آهنگای اینجوری راکستری پلی کردن راجع به گذشته میتونی بخونی یا فیلم ببینی ولی آینده هیچ کس نمیدونه. خب دوست دارم ندونم آینده. برو برو اصلا باشه برو گذشته. برو گذشته. هیچ وقت شورت نپوشی یا هیچ وقت سوتی نه. هیچ موقع شورت چی؟ اینو هیچ وقت سوتی نه. هیچ وقت من که نه فهمیم چی شد چرا باید آخه یا شورت نپوشی یا سوتیان هیچ وقت سوتیان نپوشم سوتیان چی هست حواسم نبود بابا من اصلا همونو که اول شورت خیلی مهمه برام. خب هر روز که از خواب پا میشی جای آدم معروفی جای یکی خب یا جزء ایلومیناتی ها باشی؟ ایلومیناتی باشم ببینم چه خبره. من هم میخوام ایلومیناتی باشم. من که اصلا جزوشون هستم دیروز پیروز یکی بود تو چند تلگرام بود وای من رو که ببین باوره میشه یا یکی جدی اینجوری میکنه ببین چشات یه مدلیه که من قشن میدونم ایلویی تو ببین یه باره به من میگن تو یکی بشون میگه اکبر ایلو چشات یه جوری فیس زیبا داشته باشی یا هیکل فوق‌العاده؟ من هیکل فوق‌العاده. منم هیکل فیس زیبا. هیکل میری میسازی خب فیس تو میخوای چیکار کنی؟ نه اون زیبایی که داره میگه دیگه نمیتونی آره نمیتونی هیکل یه چیزی که از این نتونی اون فیس هم تو نمیتونی دور ببخشید یه سوال با فیس هم هیکل داغونه؟ داغون اون قیافه داغون من میگم فیس زیبا بچه ها
ویدیوی ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید، شورت ما رو در آورد، شورت ما رو در آورد، قاتلمون کردیم، متجاوز و معتاد و حاملمون کردیم. بچه ها عاشق این سبک ویدیو انتخاب کنیم ما فقط. بچه ها بخاطرشون دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی شما رو به خدای امید سابسکرایب کنید، سابسکرایب، کامنت های نازنین بذارید که من نگاه کنم خوشم بیاد ببینم شما چی میگوری.